دوستان عزیز، با عرض وقت بخیر خدمت دوستان در سراسر دنیا. امیدوارم که حال همه دوستان خوب باشه. برنامه امروز، به خاطر اینکه ما امروز در تاریخ عبری یکی از میشه گفت جالبترین اعیاد هستش، البته اعیادی مثل پاسوور یا روششانا یا مثلا سیمخترا و سوکا نیستش، اما یک مطلبی که من امروز میخوام با دوستان در میان بذارم، چون این موعد مخصوص یک ارتباطی به ایران هم داره و از اونجایی که من در این چند سال اخیر سعیم بر این بوده که ارتباط یهودیت و تاریخ ایران رو با هم دیگه برای دوستان غیر یهودی که در مثلا در ایران هستن اینو بهشون نشون بدم، این بود که این برنامه رو گذاشتم که امیدوارم که بتونم ادای مطلب کرده باشم، چون یه مقداری ممکنه گیج کننده باشه، ولی مطمئن هستم که دوستان با اون درایت که دارن حتما اینو از صحبت های من میتونن درکش کنن. امروز مصادف است با یکی از اعیاد که نمیشه با اعیاد عرض کردن، یکی از مراسم های مخصوصی در یهودیت که بهش میگن ایلانوت، که البته کلمه ایلانوت یک کلمه هستش که عرمیک هستش و بیشتر در ایران قدیم استفاده میشه. در واقع این کلمه نمیشه گفت کلمه عبری نیستش، البته اسم دیگر این مراسم یا اسم اصلی اون تو بیشوات هستش که به عبری به این صورت نوشته میشه، که تو بیشوات به این معنی هستش که همینطور که اینجا میبینید تو، یعنی اینجا تاف داریم با واف که جمع عددشون که این میشه 9 و واف هم میشه 6 که میشه 15، که یعنی 15 ماه شوات، که ماه شوات در واقع ماه 11 هستش، ماه 11 عبری هستش، که از امروز دلیلی که این جشن رو میگیرن، یعنی این مراسم رو میگیرن، به این خاطر هستش که بهش میگن روش هشانای درختان، یعنی سال جدید درختان، و دلیل همین هستش که در این موقع هستش که ریشه درختان زنده میشه و شروع میکنن اون عمل فتوسنتز آغاز میشه و ریشه ها از اون خواب زمستانی بیرون میان و اون فتوسنتزی که حاصلش در بهار مشخص میشه بعد در تابستان که ثمره میوه‌جات میبینیم از امروز شروع میشه، و به خاطر همین چون زنده شدن و بیدار شدن ریشه ها هستش، این هستش که بهش گفتن روششانای درختان. حالا کلمه درخت در عبری بهش میگم اتس، اما این عیدی که این مراسم این که بداریم که ما بهش بگیم ایلانوت که اینجا هم به عبریش نوشته شده و ایلان هم یعنی معنی درخت میده، ولی عرض کردم کلمه ایلان که معنی درخت میده و ایلانوت هم یعنی درختان، این زبانی هست زبان عرض کردم ارامیک که در ایران دوره هخامنشی استفاده میشه، دورانی که زبانی هستش که ما کتابهای تلمود و گمارات، کتابهایی که فلسفی هستش، با این زبان ارامیک هستش، و کتابهایی مثل تورات و تعلیم و میشنا این چیزا بیشتر اون زبان قدش هستش، زبان مقدس عبری هستش. و جالبه از هر کی سوال من میکنم که آیا دلیلی که ایلانوت این اسم، و بیشتر عرض میکنم این مراسمی که در این ایام شروع میشه و بگن ایلانوت، در بیشتر در جامعه یهودی ایران این اسم مطرح هستش، ولی که در جامعه خارج از ایرانی هم هست، ولی بیشتر این گویشی هستش که یهودیان ایرانی ازش استفاده میکنن، و اینم برمیگرده عرض کردم به اون ریشه یهودیتی که در ایران بوده. همونطور که میدونید قبلا هم گفتم، یهودیتی که ما در دنیا الان داریم به خاطر
یهودیان ایرانی هستش که با جانگذشتگی از خودشون و این همه زجر و تحمل تونستن یهودیت رو سرپا نگه دارن و خدا رو شکر این یهودی که ما الان در دنیا داره میبینید به خاطر اون دوره ای هستش که کوروش کبیر که همیشه ما قدردانش هستیم به یهودیان آزادی داد و تونستن در اون دوران این یهودیت رو حفظش کنن و به نسل بعد برسونن. دلیلی هم که ما یهودیان ایرانی اینقدر به کشور ما ایران اهمیت میدیم به خاطر همین هستش، از نظر قدرشناسی. و قبلا هم گفتن اتفاقا غیر دوستان غیر یهودی که اونایی هم که مخالف من هستن میگن تو چرا قصد سنگ سینه ایران به سینه میزنی، شما چیکار به ایران دارید؟ قبلا هم عرض کردم که انقدر که ما یهودیان ایرانی هستیم فکر نکردم کسی دیگه تو ایران بتونه این رو ثابت کنه که ایرانی هستش. ما نزدیک به 3000 سال قدمت در ایران داریم و از اونجایی که یهودیان میدونیم با هیچ کسی از نظر وصلت نمی کنن مگر اینکه اونایی که برگردن به یهودی بشن، این هستش که به جرات میشه ثابت کرد که یهودیان ایران پیورترین و اصیلترین یهودی هستن و اصیلترین ایرانی. پس اون دوستانی که ای برای من پیغام بدن تو چی کار به ایران داری، به ایران برای ما هستش، ما اگه مشکل داریم برای ما هست، نه، ایران مال شما نیست. ایران هستش بخوایم و بدونید ما خیلی بیشتر نقش درش داشتیم و بیشتر تو اینجا کشته دادیم تا به اینجا رسیدیم. پس این که حرفا رو تعارفا رو کنار بذارید، سرزمینی هستش که ما دو تا سرزمین داریم، یک سرزمین مادری داریم، یک سرزمین پدری. اگه در نظر من میگید یک کشور اسرائیل هستش که از نظر مقدس بودن اون تقدس خودشو داره، یکی هم سرزمین پارس هستش به خاطر اون که ما ریشه درش دویدیم. یعنی مثلا یه حالتی هستش که یک درختی رو از جه در میاره و میزه یه جدی میکاریش. واقعا این وقتی که بیت مقدس اول بیت مقدس اول خراب شد، ما این درخت یا عدس که امروز داریم صحبتش میکنیم، این درخت از اورشلیم آورده شد در یک باغ پارس که پردس هستش که بهشت بود، کاشته شد که به امروزه ثمرش رو داریم در دنیا میبینیم. از این نظر هستش که من میخوام رابطش بدم با این عید رو به ایران، چون که باوری که من دارم یهودیان دنیا آخرش در ایران یک اثری خواهند دید، به خاطر این که هیچ چیزی در این دنیا بی جواب نمیمونه. یعنی همونطوری که سرزمین پارس باعث شد یهودیت از دوباره جون بگیره و ریشه پیدا کنه، سابجکت امروز ما هستش در رابطه ریشه و زنده شدن ریشه هستش و ثمر بخشیدن این درخت، همین هم من ایمان دارم که به خاطر همین، به خاطر اون جانفشانی پدران و مادران ما در ایران، این یهودیت در ایران باز یه نقش خودشو پیدا خواهد کرد در سرزمین پارس که با امید خدا شاهد اون خواهیم بود به زودی زود. حالا برمیگردیم به مسئله اول، چرا بهش میگیم ما این مراسم میگیم روش هشانه یا سال نو درختان؟ طبق نظر فلاسفه و بزرگان یهود، دلیل اینکه روش هشانه درختان یا سال جدید درخت یا عید درختان هست به خاطر این هستش که اصل و عصب یک چیز برمیگرده به ریشه و بن یک خاندان یا یه فرقه. از این نظر که یک درخت وقتی که یک ریشه درست داشته باشه و این ریشه در جای درست کاشته باشه، مسلماً ثمره اون خیلی خوبی خواهد بودش. به خاطر همین همیشه روی تربیت بچه ها، و این رو تشبیه میکنم به تربیت بچه ها از دوران کودکی، حتی بعضی بزرگان یهود میگن حتی در دورانی که مادر باردار هستش از اون موقع تربیت شروع میشه، و بعضی حتی برمیگردن عقب، میگن قبل از که زن و شوهری که بخوان با هم بستر بشن، از اون موقع باید نیتشون بر این باشه که میخوان یک محصولی به وجود بیارن، یک فرزندی در این دنیا به وجود بیارن که مثمر ثمر باشه. پس ریشه اون خاندان برمیگرده به وقتی که یک زن و شوهر ازدواج میکنن. پس میبینیم که ریشه و بنای یک خانواده چقدر اثر داره. به خاطر همین
از نظر یهودیت وقتی میخوان دو نفر ازدواج کنن چقدر مراسم داره، چقدر بایستی دعاهای مختلف انجام میشه که قبلا اینو در برنامه‌ای که راجع به عروسی بود قبلا ذکر کردم اینو. حالا پس این تو بیشواد یا عرض کردم کلمه که بهش میگن روششانای درختان که اینجا بهش میگن روش هشانا لحنوب ایلانوت، به خاطر همین هستش که این مراسم برمیگرده به اون ریشه و اون اساس. حالا این تو بیشفاد یک باز یک چیز جالب درش هستش. ببینیم از نظر اعداد وقتی که ما میخوام یه عددی رو در عبری بنویسیم، ما میبینیم چون عدد نداریم و حروف رو استفاده میکنیم و جالبه چون اینجا من خدمتون عرض کردم که این تو بیشوار که اینجا براتون گذاشتم، اگر بخوام از نظر عددی نگاه بکنیم باید میرشتنش به جای تاو اینجا بایستی الف بودش و ه که میشد، ببخشید یود میده یود باشتش و ه که میشه جمعش میشه 15. و از اونجایی که یود ه اون خلاصه اسم هشم هستش، اسم خداوند هستش، این هستش که یکی از دلایلش آمدن به این طریق نوشتن که بی حرمتی به نام هشم نشه، چون از اگر به جای تاف بایست یود باشه و به جای واو هم باید ه باشه که میگم چون نوشتنش به اسم هشم میشه. یکی دیگه هم این هستش که توو اینجا اگه میبینی با واو هستش ولی از آن تلفظ کردن به بت هم خونده میشه، یعنی حال وقتی ما اینو بیشواتو میخوایم بخونیمش توو به صورتی تلفظ میکنیم که به جای واو آخر ما بت تلفظ میکنیم، که اگر بخوایم به صورت مثلا بخوام تلفظی اونو بنویسیمش میشه توف یعنی خوب. پس درسته ما به صورت تاو و واو مینویسیمش ولی خوندنش توف هم معنی میده، یعنی خوب، یعنی اون زمان خوب، زمانی که عرض کردم زمانی هستش که مناسب برای ریشه، زمانی هستش که عید زنده شدن درختان هستش. پس یک رمز دیگه هم که درش هست از نظر زمانی هستش، از زمانی هست که زمانی هستش که پتانسیال باروری درش شروع میشه. پس از دید دیگه‌اش هم این یکی هستش. یکی هم از دید دیگه نگاش بکنیم، این ماهی که ما درش هستیم که ماه شوات هستش که میشه ماه 11ام که عدد 11 هم از نظر کابالا که من سوادش رو ندارم ولی خب لولی هستش که بالاتر از اون تن مزالوت هستش، اینا به مزال 11 هستش که اون اولویت واقعی در اونجا قرار داده، ولی که ما میام چیکار میکنیم به صورت اسم عبریش می‌نویسیم شوات، که طبق نظر هاراو هرش که کتابش من قبلا نشون دوستان دادم، شوات و شبات دوتاشون یه ریشه داره، تفاوتشون این هسته که شبات با تت هستش، شوات با تت هستش. اما یه چی جالب که اینجا هست این هستش که شوات شوت هم خونده میشه، یعنی اگر ما به زیر حروف عبری رو اون اوتیوتو بذاریم شوات شوت هم منوید، شوت هم یعنی طایفه قوم، شوت یعنی اون قوم بنی اسرائیل، چون منه قوم مثل 12 تا سبت داشته که سبت که همون شوت میشه همون شوات هم خونده میشه، یعنی از نظر حروف یکی هستش، تلفظ فرق میکنه، یعنی هم شوات معنی میده هم شوت معنی میده و هم ریشه داره در شبات. حالا چرا من این دارم منتحش میکنم؟ باز بر میگرده به اون ریشه، چون که 12 سبت یهودیت 12 شواتیم یهودیان قوم بنی اسرائیل بر میگرده به 3 تا ریشه اصلی، یکی 3 تا ریشه پدران و 3 تا هم ریشه مادران،
که البته مادران ما 4 تا میشه که در اصل باید 3 تا بوده ولی کار نداریم به بر نمیگردیم، که ابراهام، اسحاق و یعقوب پدران ما هستن، اسحاق، رفقه، راخل و لئا ایمن هم که مادران ما هستن. پس اینجا باز میبینیم که باز ریشه رو داره نشون میده. وقتی شواد با شوت در رابطه هست، شوت برمیگرده به اون ریشه پدران ما. پس دلیل این که این ایام یک ایام خیلی پتانسیال دار و خیلی عامل میتونه رشد و سازندگی باشه به خاطر این هستش، زمانی هستش که ارتباط میکنه به شوت و این شواتی ما برای ما نشون میده. حالا مثلا دیگه وقتی بهش میگیم اینجا عید ریشه هستش، بازم یه چیز جالبی که اینجا هست و چرا میگیم اینجا روششانای درختان، چون کلمه شورش یعنی ریشه در عبری و کلمه روش یعنی سر، میگیم روششانا یعنی سر سال، سال روش که همون در فارسی و عربی هم همونطور شده که همونطور قبلا عرض کردن، شین عبری تبدیل میشه به سین که میشه رأس، همون رأس که میشه انظر میشه رأس یا رئیس. پس شورش رو که اینجا نگاه میکنید، ریشه یک درخت در نظر بگیریم، ریشه داره و از طریق تنه درخت و ساقه اینا برمیگرده به سر درخت که اینجا سر درخت هستش. پس اگه نگاه بکنید هم شورش اینجا ریشه معنی میده و درش روش هم هستش، که اگه میخواید روش نگاه بکنید با وجودی که الف وسطش داره و الف ساکن هستش و الف خونده نمیشه و روش خونده میشه، یعنی اینجا اگه نگاه کنید رش او بالای این قرار گرفته روش خونده میشه، کمی کلمه هستش که دقیقا اینجا هم ما داریمش که در شورش ما میتونیم ببینیمش. پس میبینیم از ریشه هستش که اون سر و سروری و اون عظمت پیدا میشه. پس دلیلی که ما روششانه درختان میگیم، پس در صورتی که اون روش و سر میتونه پرمحتوا باشه که ریشه باشه که بتونه خودشو از ریشه تغذیه خوب بکنه و بتونه باروری بکنه. حالا جالبه که عرض کردم که شوات با شبات هم در رابطه هستش. حالا شبات اینجا چه نقشی داره؟ جالبه ما صبحای زخود داریم که بعضی ما بشینم کلاس ظهر گوش میکنم، چون صبحایش نمیشم کنار صندلی و گوش میکنم، در رابطه هستش که چطور روزهای هفته از شنبه قدرت و نیرو میگیرن، که این از نظر روحانی ما داریم صحبتش میکنیم، دوستانی که مخالف دین و مذهب و خدا و پیغمبر این هستن خب بهتره دندون رو جگر بذارن و این چیزا رو قبول بکنن. حالا چون ما داریم از دید فلسفی نگاش میکنیم و اونا توی لولی هستن که براشون خدا و دین و پیغمبر اینا براشون معنی نداره و خب هر کسی نظرش ولی خودش محترم هستش، ولی خب ما داریم از دید فلسفی، از دید یهودیت نگاش میکنیم. طبق زهر قدوش شبات یک برای ما یک مبدأ هستش از نظر زندگی، یعنی ما یک واحد زمانی داریم که هفته هستش، که این 6 روز هفته رو که ما برای مسئول کار میکنیم که ثمره اون میره به شبات، که این در لول بالاتر میشه به اون 6000 سالی که این دنیا داره تکامل پیدا بکنه و اون علام ابایی که شباتان هستش به وجود میادش. این هم یه فلسفه هست، ولی ما از دید روزانه نگاش بکنیم هر روز برای خودش یک انرژی داره که این انرژی مخصوص اون روزه هستش و داره چکار میکنه از اون به اون شبات وابسته هست. و جالبه اگر نگاه یک درخت بکنید و عمل کرده یک درخت نگاه کنید که یک درخت چطور به ثمر میرسه، درست مطابقت میکنه با 6 روز هفته. و هیچم اینجا من متذکر بشم که از دید یهودیت و در تورا انسان به درخت هم تشبیه شده، یعنی دلیلی که الان من نمیخوام برم یه مقدار ممکنه کانفیوزینگ باشه، ولی خب فعلا اینجا میگم انسان به درخت هم تشبیه شده. حالا
وقتی من میگم شواد تو بیشوادن شواد و شباد در رابطه هستم، تو که ارز کردم طبق کتاب هاراد هرش که ایشون یکی از فلاسفه بزرگ یهود بودن، به این دلیل هستش که شما اگر نگاه بکنید به یک روند زندگی درخت، اگر نگاه بکنید اینجا، یک درخت تا قبل از که به ثمر برسه، به میوه برسه، از ریشه شروع میشه که امروز که عرض کردم تو بیشواد هستش، ریشه داره زنده میشه و از طریق از ریشه اون موادی که از زمین میگیره، از تنه درخت به ساقه میره، به شاخه میره، به بر میره، بعد به شکوفه. پس اگه ما 6 روز هفته رو در نظر بگیریم، 6 روز اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم که روز جمعه اگه شکوفه رو در نظر بگیریم که ما رسم داریم که روز جمعه برای شبات گل تهیه میکنیم، که سر سفره گل میبریم، که یک رسمی هستش برای بزرگی شبات. پس میبینیم که از ریشه این ادامه پیدا میکنه، 6 روز هفته رو اگه تطبیقش بدیم با روند تکاملی در روند زندگی یک درخت، از ریشه روز اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم که اون شبات اون میوه میشه که ثمره اون عملکردی هستش که میتونه اون لذت رو به ما بده. به خاطر هستش که شبات همیشه روی غذا و اینا که بهترین غذا رو داشته باشیم، بهترین خوردنی ها باشیم، یعنی ما هر هفته یک جشن در خانواده یهودی هستش. یعنی روزی که ما روز هفته اگه نگاه بکنیم، کار کردن بهش میگیم عبودا، که عبودا کلمه عبودا از کلمه عبد یعنی بردگی میاتش، و کار کردن شبات میگیم ملاخا، از ملخ، از ملاخا، از کلمه ملک پادشاهی میاتش. پس یک روند فلسفه یهود بیشتر داره این به انسان میده که انسان در دنیا یک بایستی از اون عملکرد خودش یک حساب کتاب داشته باشه که بودنه، برای چی به این دنیا آمده، کاری که میکنه برای چی هستش، برای ثمرش به کجا میرسه. این هستش که خیلی از دوستان میگن، به خاطره که متاسفانه بازم میگم در کشور ایرانی که مذهب و واقعا خرابش کردن این ملا و آخوندا، و مردم واقعا به جایی که به دین بیارن، یعنی از روز اول قرار به دین و آیین اسلام برگردن، ولی متاسفانه که اسلام رو خرابش کردن، هیچ مردم از خدا هم بری شدن که متاسفانه من به عنوان یهودی من کار ندارم که اینا اسلام رو خشدارش کردن. من ناراحت این هستم که اینا هم ضربه به اسلام خودشون زدن و هم ضربه زدن به خداپرستی، که اما که امروز در یوتیوب و اینا برنامه‌ای گذاشته شده همش ضد خداپرستی هستش و ضد دین و آیین. به خاطر همین یک کار اشتباهی که در ایران شده و اون ظلم ستمی که در این کشور داره به وجود میادش، کشوری که میتونه مهد و بهشت بر این باشه، متاسفانه کاری کردن که مردم از خدا هم بریشن، که امیدوارم که به زودی زود اون خداپرستی واقعی و اون امت و حقیقت خداپرستی و اون عشق خدا در بین مردم رواج پیدا بکنه، که به امید خدا در این رابطه هم اگه خدا کمک بکنه یه برنامه دارم که در خدمت دوستان ارائه میدم. ولی خب امروز به خاطری که به مناسبت ایلانوت یا همون توبیشواد این بوده شی گفتم که بهتره که در این رابطه یک برنامه خدمت دوستان ارائه بدم، که این برنامه را همچنین تقدیم میکنم برای شادی روح جوانه که ما متاسفانه هفته پیش از دستش دادیم، الیاهو بن خیم و خانم صدقتش ریزی و بچه‌ای که باردار بودش، که مطمئنن اونا در گن ادن علیون قرار میگیرن، به خاطر که آدم دوتا زوج خیلی خیلی پاک بودن، که امیدوارم که این برای شادی روحشون باشه که و در اون دنیای بالا برای ما کمک کنن که به زودی زود شاهد ورود مشیح بن داوید باشیم. خیلی متشکرم از دوستان عزیزی که پای صحبت من نشستید. تمام دوستان عزیزم رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.